سلام دوستان وقتتون به خیر باشه یه گزارش میخوایم با هم بخونیم اما گزارش شبیه همون چیزی که ما قبلا گفتیم یعنی تکراری ممکن من از نظر بعد مشکل از ما نیست اینا که گزارش مینویسن در نهایت به چیزهایی میرسن که خودمون با هم مرور کردیم بذارید من ماجرا ساده بکنم ببین شما وقتی تحولات منطقه را رصد میکنید وقتی آن چیزی که در حال رخ دادن هست رو مرور میکنید در نهایت به همین چیزهایی میرسید که با هم مرور کردیم حرف جدیدی نمیتونه این وسط باشه اون حرفای جدیدی که زده میشه و شما نگاه میکنید که داره تلاش میکنه از یک زاویه عجیب و غریب و کاریکاتوری به تحولات منطقه نگاه بکنه مثلا چیزهایی که سود اینترنشنال ها ارائه میدن از این جهت هست که اون بوق عملیات روانیه اصلا چیزی رو راست اون بوق عملیات روانی اون پول میگیره که همه چیز این شکلی رو باید بکن مثال میزنم من قبلا هم خدمت عرض کردم مثلا اگر همین الان عربستان سعودی یه سیلی بخوره اینا وظیفهشون اینه که بیان به شما بگن آقا دیدی چه مقاومتی داره این اصلا عربستان اصلا چجوری ممکنه آدم سیلی بخوره اینجوری وایسه بس ببینید اینا چقدر خفنن دقت کردی عملیات روانی اون کسی که مامور عملیات روانی کارش همینه یعنی فضاحت ترین چیزها رو هم تلاش میکنه به شکلی برای شما پیروزی عنوان بکنه اگر ببینید که سود ها و گروه های از این دست چیزهایی در خصوص منطقه میگن که با حقیقت همخوانی نداره یا چیزهایی میگن که ایران رو به چالش کشیده شده روایت بکنن دلیلش همینه اما دیگرانی که منطقی مسائل را میبینن به خروجی دیگر و نکات دیگری میرسن که یک نمونهش رو میخوایم امروز با هم دیگه بررسی کن. گزارشی رو میخوام برای شما بخونم که پایگاه میدل ایست آی منتشر کرده در خصوص اتفاقاتی که در امارات داره میفته خلاصه حرفش اینه یا اماراتی ها رفتن دست به دامن رژیم سیونسی شدن که رژیم سیونسی تو یه سه سامانی پدافندی به هم بفروش شما احتمالا توی هفته گذشته شنیدید که رژیم سیونسی گفته بود که باشه ما یه موافقتی کردیم یه بررسی داریم میکنیم که گنبد آهنی رو به اینو بفروشیم بعد تو گزارش گفته که اینها به اصطلاح خودمون آویزون رژیم شدن که این سامانه ها رو خریداری بکنن و این رژیم حرفش واضحه که من امکان فروش این سامانه ها رو به امارات ندارم نمیتونم در اختیار امارات قرار بدم به دلایلی دلایلش همون نکاتی که خدمتتون عرض کردم زمانی که سامانه بیاد در امارات مستقر بشه اتفاقا اونجا نقطه ای است که حملات علیه امارات شروع میشه و جدی میشه چرا به خاطر اینکه تو یه گنبد آهنین داری من میخوام بدونم که زمانی که وارد تقابل با رژیم صهیونیستی میشم <تص> ببخشید باگ های این گنبد آهنی چی؟ چیه چجوری میتونم اینو به چالش بکشم بهترین کار چیه بهترین کاری که من قبل از اینکه وارد نبرد بشم اینو تستش کرده باشم چجوری یعنی یعنی موشک شلی کنم قبل جنگ سمت رژیم سنسی خب جنگ میشه که نه لزوما یه رفیقی داشته باشم این رفیق من تنش داشته باشه با یه کشوری که تو اون کشور گنبد آهنی باشه چهار تا پنج تا ده تا کشلی کردم باگ قضیه در میاد میفهمم چجوری میتونم به این ضربه بزنم کمون که همین الان هم گنبد آهنین به طور کامل و به معنی واقعی کلمه در نبرد غزه اثبات شد که به چالش کشیده شده و میشه این رو به چالش کشید ولی میخوام بگم که به طور واضح تر این رو آسی پذیر میکنه لذا اینها ترسه در این خصوص دارن بریم گزارش رو هم بخونیم ببینیم در متن گزارش به چی اشاره کرده گفته که پس از حملات و موشکی و پهبادی اخیر جنبش حوسی یمن به ابوظبی حاکمان و امارات متحده عربی برای کمک نظامی به اسرائیل روی آوردن. آقا تا کی میخواید این گروهی که در یمن هست و تا کی میخواید یمنی ها رو جنبش حوثی خطاب بکنید یعنی اول اومدی گفتی تروریستن بعد اومدی گفتی کلا یه گروه هن بعد الان یه بار فکر بکنید دو تا کشور عربی که روی هم خرید سلاحای های نظامیشون با کشورهای قدرتمند دنیا برابری میکنه این دوتا روی هم سرمایه که گذاشتن توی این قضیه خیلی بالاستیگه یعنی این دوتا حریف یه دونه جنبش نشدن ما داریم درست متوجه میشیم خب این وزن بدی داره اگر آدم بخواد این پیام را از طرف شما بگیره ها به عجل اومدن گفتن که بعد از این ماجره که رخ داده حاکمان امارات متحده عربی برای کمک به اسرائیل روی آوردن بعد گفته که اسرائیل تردید داره که به اینها کمک بکنه به چند تا دلیل یکی از دلایلی که اسم برده اینه میگه سال گذشته یمنی ها اعلام کردن که اراده این رو دارن و انگیزه این رو دارن که اگر لازم شد شهر بندری اسرائیل که در 1500 کیلومتری یمن قرار دارد رو به سمتش موشک شلیک بکنن حالا یمن چرا در این رو مطرح میکنه و جنگ طلبی یعنی مثلا آزار داری با همین دوتا داری میجنگی خب تموش کن بره دیگه با اون چیکار داری ببین خلاصی اصلا اینه یمنی ها میگن ما به این جنبندی رسیدیم که بخشی از جنگنده هایی که از عربستان و از امارات اومدن علیه ما اقدام کردن اینا خلبانشون صهیونیستن اینا اسرائیلیان و پهبات هایی که اخیرا در ماجرای شبوه اومدن میدانداری کردن این پهپادها اپراتورهایی داشته خود پهپادی که برای رژیم سیاسی این هم تردید داریم که اپراتورها اماراتی هستن یا سهیونیستن این چیزی که یمنی ها بهش اشاره کردن میگه گزارشی که اینها قبلا در سالهای گذشته به اصطلاح خودمون رسانه میکنن تاکید می برای برای اینکه شهر بندری جنوب که 1500 کیلومتر با یمن فاصله داره رو اگر لازم باشه باش برخورد خواهند کرد و به سمتش شلیک موشک خواهند داشت بعد میگه در شرایطی که در هفته گذشته رئیس جمهور رژیم سیونسی و ابوظبی سفر کرده همین اتفاق رخ داده در شرایطی که او ابوظبی بوده یک حمله موشکی و پهبادی یک مجموعه ای از حمله ترکیبی تعریف شده و اقدام علیه اینها صورت گرفته میگه این داره یه پیام به صهیونیست‌ها میده که آقا اینا شوخی نمیکنن ماجرا جدیه اگر لازم باشه اون در شرایطی که احساس بکنه الان میتونه به تو ضربه بزنه وسط میدان میاد و ضربه اساسی خواهد زد بریم ادامه گزارش رو بخونیم در نهایت اومده به یک نکته رسیده گفته که گفته یه شرکت بلندپایه از رژیم صهیونیستی از وزارت دفاعش بلند شده رفته امارات و اونجا بررسی کرده ببینه اماراتی چه تجهیزاتی دارن بعد میگه زمانی که بررسی کرده اونجا این مطرح شده اماراتی گفتن که ما علاقمندیم که گنبد آهنی داشته باشیم البته انقدر لطیف توی این گزارش گفته شده نیست اینا گفته که جون مادرت گنبد آهنی رو بده ما خیالمون راحت شه الان اوضاعم اوضاع خوبی نیست یه نکته گفته که خیلی جالب میگه که در شریتی که اینها دارن تاکید میکنند که گنبد آهنی رو در اختیار در اختیار ما قرار بدین منابع رژیم صهیونیستی به میدل ایسای گفتن که در حال بررسی درخواست امارات هستن اما هشداری اضافه و استدلال کردن که این یک موضوع جدی است که باید با احتیاط با آن برخورد شد یعنی چی دقیقا چی داری میگی یکی این ما به این جنبندی رسیدیم که یک کشوری هستیم که در حوزه سامانه های پدافندی به لبه فناوری رسیدیم اجازه من ماجرا رو ساده کنم براتون ببین شما زمانی که در یک حوزه به لبه فناوری رسیدی لزوما معناش این نیست که با خودت میگی آخ جو من الان یه سری سلاح پیشرفته و رنگارنگ دارم که دنیا میخواد بخره و من میخوام بفروشم بله دنیا میخواد بخره ولی تو انگیزه برای فروشش میتونی نداشته باشی چطور از این جهت که این نگرانی داری که آقا نکنه حتی به کشورهایی که با من منافع مشترک دارن و متحد هستن بفروشم و این فناوری لو بره فناوری اصلا لو هم نره آسیب پذیر بشه یعنی مثلا فرض میگیریم اینا نتونن ازش سر در بیارن ولی بتون آسیب پذیرش بکنن یمنی دسترسی که نداره بخواد به سر در بیاره ولی میاد بررسی میکنه میگه مثلا فلان فلان موشک فرستادم فلان پهپاد فرستادم این مدل فرستادم اینم تست کردم پنجمیه نتیجه داد پنجمیه اگر از روش زیاد بسازم دیگه اینا کار اومده دقت این چی شد دوستان از این متنتون بخونم گفته که موزل اصلی اسرائیل این است که چگونه میتواند در عین فروش سیستم ها به شرکای استراتژیک برتری تکنولوژی خود را حفظ بکند یعنی یه جاهای پیش میاد اینا با هم متحدند و اینکه میخوان با هم همکاری بکنن انگیزه هم دارن ولی جرأتش ندارن هم اگه همکاری بکنن اگه خود کمکش بکنه تکنولوژی خودش لو میره خودش آسیب پذیر خواهد شد ادامه گزارش رو بخونیم گفته که بعد یه مثال زده گفته تا کنون اسرائیل قطعات جزئی گنبد آهنی مانند رادارها را به سنگاپور و آذربایجان فروخته اما موشک‌های راهگیری را که توسط شرکت دولتی رافائل ساخته شده هنوز به این کشورها نفروخته است میگه جرأت اینو نداره که این رو خود در کسی قرار بده به خاطر اینکه میترسه اون فناوری لو بره یه یعنی نکته جالب بهتون بگم توی بخشی از گزارش اومده گفته که اینها به این جمعنی رسیدن یعنی آمارها که ارائه دادن نشون میده که در نبرد غزه گنبد آهنین بر اساس گفته سیونسا موفق بوده و چیزی یعنی حدود در 90 درصد موشک ها و راکت هایی که به سمتش اومده رهگیری کرده وقتی این میگه 90 درصد رو رهگیری کرده ما اگر بخوایم این فرض محال رو در نظر بگیریم که یک دروغ بسیار بزرگیه یعنی از 5000 تا موشکی که به سمت صهیونیست‌ها شلیک شده چیزی حدود 400 موشک در سرزمین های اشغالی نشسته است دقت کن چی شد 400 تا موشک 5000 تا تو چند روز شلیک کرده تو 11 روز کام شلیک کرد دیگه یعنی میانگین در روز چیزی حدود 500 تا موشک شلیک کرده و اینا یک بخش قابل توجهش نتونستن بزنن حالا برگردید به اون گزارشه که میگه اگر یک نبرد بعدی باشه فقط از سوی لبنان 1500 تا موشک در روز به سمت ما شلیک میشه یعنی با گنبد آهنی میخواد چند بزنی کجا میخوای بچینی گنبد آهنین تو تنز دیگه ماجرا همه جوری حتی اگر بخویم دروغ خودشون رو هم در نظر بگیریم بعد در نهایت یه نکته گفته خیلی جالب میگه که الان اتفاقی که رخ داده اینه که آمریکا اومده یک ببخشید دقیق بذارید بهتون بگم دو تا از سامانه های گنبد آهنین رو خریداری کرده میگه علتش این است که آمریکا میخواد این رو راستی آزمایی بکنه ببینه که این گنبد آهنین تا چه در مقابل حملاتی که صورت گرفته میتونه مقاوم باشه نیروهای مقاومت میگن که آقا 5000 تا موشک شلیک کردیم بخش اعظمش خورده سیانس میگه نه دروغه اصلا ما این بخش اولتاژ رو زدیم میگه حالا آمریکا خریداری کرده گفته دو چه خریداری بکنیم یه بررسی کنیم چی هستن. اصلا, اصلا این میتونه کارآمد باشه نمیتونه کارآمد باشه ما هم به حرکت بکنیم یا نه من سعی کردم کلیت ماجرا رو براتون بگم بعد به یه چیز دیگه اشاره کرده خیلی جالب میگه یه کلافگی الان وجود داره و اون کلافگی این هست که امارات و عربستان سعودی و بحرین و کشورهای از این دست کشورهایی بودن که آمریکا در طول این سالها اینا سلاح میفروخته و میگه الان یک تنش وجود داره حالا این چیزی که رسانه نشده ما شما هیچ وقت نشدیم این تو حوزه رسانه هیچ وقت که اینا زور و بروس پیدا بکنه ولی وقتی این داره به ششاره میکنه یعنی خبری هست میگه الان یه نگرانی وجود داره که رژیم سیونسی در جایی داره ارتباط میگیره برای فروش سلاح که آمریکا اونجا حضور داره و اینها دوست ندارن در نقطه با همدیگه رقابت داشته باشن سعی کردم گزارشش رو به طور کامل برای شما بخونم و بررسی بکنیم ببینیم که نگاه اینها به ماجرای یمن چگونه است این یعنی ها فهمیدن که برای یمن باید یه کاری بکنن ولی میترسن اگر ورود بکنن تسلیحات بدن به چالش کشیده میشن اگر ورود بکنن اقدام نظامی انجام بدن یمن اونها رو به چالش میکشه و اینکه پاسخی برای اینکه چگونه با این ماجرا به تعامل برسن و برخورد باشن ندارن وظیفه میدونستم این گزارش رو هم دیگه بررسی بکنیم و اگر موافق باشی چند تا پیام با هم بخونیم بله پیام های ارزشمند شما دوستان عزیز رو بیاریم یکی از دوستان در پیامش گفته که اون ویدیویی که شاید شهید مصطفی صدرزاده پخش کردم خیلی واکنش ها خاص و ویژه بود یکی از دوستان گفته که آقای امیر حسین گفته سلام برادر خوبی آدم مذهبی نیستم من وطن پرستم شاید باور نشه انقدر حسرت خوردم انقدر حسودی کردم که دلم میخواد منم همچین سعادتی داشته باشم و لیاقت داشته باشم دعا کنید که منم لیاقتش رو داشته باشم بسیار ممنونم از پیامتون ببین یه ویژگیه که مثلا مصطفی سرزاده ها داشتن حالا این پیام که شما فرستادین و تاکید کردین گفتین مذهبی نیستن من میخوام ازش استفاده کنم رو بگم من نمیدونم این ویژگی چیه ولی این ویژگی به اینها کمک میکرد که مصطفی ضمن اینکه یک آدم مذهبیه و به شدت تاکید داره بر باورهای مذهبی خط قرمز خوش داره کوتاه نمیاد بر باورهای مذهبی خوش هست ولی به شیوه ای رفتار کرده که تو وقتی داستان زندگیش رو مرور میکنی به عنوان یک آدمی که مذهبی هم نیستی شاید ارتباط هم نشوشی نمیتونی مصطفی رو دوست نداشته باشی نمیدونم چیه اصلا یه ویژگی خاص خودشونه که مصطفی سرزاده اینو داشت یکی از چیزایی که واسه میشه چند تا از شهدا هستن که خیلی برای من جذابن یعنی ببین بس اینجوری باید بگم وقتی که خیلی حس منفی میشه اینا حس من رو حسابی مثبت میکنن دیدن عکس اینها حس من رو مثبت میکنن می یکیش مصطفی سرزاده است که این ویژگی رو داشت یعنی یک یک کاراکتر بود که با هر نگاهی بهش نگاه میکردی حست نسبت بهش مثبت میشد یکی دیگه شون بخوام مثال بزنم از شهدای دفاع مقدس شهید حسین خرازیه من یه جمله شنیدم. شنیدم شنیده از صرفا شنیده است شنیدم که آدم مطرح یه جای گفته بود که من زمانی که امیر المومنین علی ابن عبی طالب رو در ذهن خودم تصور میکنم او رو با این چهره خندان شهید خرازی عکسی که مشاهده کنید میگه من همیشه اون رو با این چهره بر خودم تصور میکنم و نسبت به این چهره است خوبی دارم نمیدونم یه،, چیزای خاصیه بعضی از کاراکترها چهره که نگاه میکنی چه در دوران دفاع مقدس چه در دوره جنگ با داعش و تکفیر این ویژگی نمیدونم چیه اما لبخند اونها هم به شما آرامش میده ولو اینکه اصلا اعتقادات اونها رو قبول نداشته باشی حالا چی در وجود این هاست نمیدونم نکته ای که باید بهش فکر کرد و فکر کردم این قضیه به ارزشش رو داره چون اگه بتونیم به خروجی برسیم میتونه زندگی خودمان را هم متحول بکنه دوست دیگری گفته که سلام خدا قوت تشکر از این برنامه و صحنه های پر از خاطره چهره خودم رو توی برنامه دیدم همونجا که آقا مصطفی عزیز میگه میرم کمر دشمن رو میشکنم یا علی من در عملیات بصره جانباز شدم و از قافله عشق جا درود بر روح همه شهدای اسلام به خصوص شهدای مدافع حرم آ سید دمت گرم خیلی خوشحال شدم پیامت دیدم ان که سربلند و سلامت باشی سالیان سال بتونی خدمت بکنی به محور مقاومت بتونی خدمت بکنی به اون داشته مقدسی که داریم در روی صحبت میکنیم به رفقایی مثل شما افتخار میکنیم اصلا باید میگفتین آب و جارو میکردیم کانال و بعد کامنت میذاشتین دلتون شاد باشه خیلی مخلصه همیشالی که حالتون همیشه خوب باشه من نکته دیگه ندارم اگر نکته بود برای بفرستین وقتتون بخیر